توی این قسمت و قسمت های آینده ما قصد داریم نحوه اضافه کردن آیتم های جدید رو به صورت دستی خدمتتون توضیح بدیم و توی هر قسمت میخوایم یک نوع از این آیتم ها رو مورد بررسی قرار بدیم برای این کار من وارد منوی فایل میشم قسمت آیتم جدید و اولین نوع اون رو انتخاب میکنم که نوع سنت هستش و میخوایم این نوع رو ما تا این قسمت مورد بررسی قرار بدیم و انشاءالله میخوایم تمام اینها رو براتون صحبت داشته باشیم از اینکه کدوم قسمت های این نوع ها میتونه پر بشه و برای هر نوع یک مثال برای شما داشته باشیم و وارد بکنیم خب من نوع سند رو انتخاب میکنم بعد از انتخاب نوع سند یک حالت آیتم خالی برای من در صفحه وسط و صفحه اصلی من ایجاد میشه که یک شکلی رو در این کنار داره که اون شکل نشون دهنده نوع اون آیتم هستش و کنار اون من اطلاعات این آیتم جدید رو دارم که به صورت فیلد های خالی هستش که نیاز هست من این فیلد ها رو پر بکنم خب برای اینکه من بیام تو این قسمت راحت تر کار پر کردن فیلد ها رو داشته باشم بذارید صفحه کاریمو ورک اسپیس سمایزاره تغییر داخلش اعمال بکنم خب من قسمت دسته بندی رو هم تا این ناحیه بیشتر نیاز ندارم این بر را هم میتونم اون قسمت به این صورت انجام بدم به نظر کار بهتر اومده خب نوع آیتم رو ما توی حالت فیلد اول داره میتونم از این قسمت تغییر بدم من میام روی سند اون رو انتخاب میکنم عنوان رو داریم عنوان مثلا ما سند یک عنوان رو اگه بخوایم مثال بزنیم مثلا عبارت پرداخت حقوق طراحان گرافیک یه صندی ازش ما به این عنوان میخوایم ذخیره بکنیم خب بعد از عنوان که برای سند تعیین میشه نیاز هستش که نویسنده یا اون هم مشخص بشه منظور از نویسنده اون طرف سند هستش یعنی اون شخصی که این سند رو داره وارد سیستم میکنه دو حالت داره یا حالت حالت دو فیلدی هستش که توی این قسمت شما میتونید مشاهده بکنید اگر اگه روش کلیک بکنم نام و نام خانوادگی به صورت دو فیلد جداگانه برای من قرار میگه در حالتی که به صورتی هستش مثلا اسم شرکتی هستش که نام و نام خانوادگی خب طبیعتا داخل اون معنایی نداره ما میایم به صورت تک فیلدی از اون استفاده میکنیم با زدن روی این گزینه خب اگر تعداد نویسنده های بیشتری باشه غیر از یکی ما میتونیم با از زدن به اضافه بیایم و تعداد نویسنده ها رو بیشتر یا کمتر بکنیم. خب من میام نوع نویسنده رو میام آموزش 365 قرار میدم. خب سند طبیعتاً چکیده ای رو ما نمیخوایم برش تعیین بکنیم و به نظر نمیاد سند چکیده ای داشته باشه مکان نشر مهم هستش ما قرار بدیم من میام مکان نشر رو مشهد قرار میداد با ناشر رو داریم آموزش 365 تاریخ نشر رو هم من میتونم به صورت سال به این صورت قرار بدم نوع مورد نقد برای این سند ما نداریم عنوان مورد نقد رو لازم نیست تعیین بکنیم خب طبیعتاً یه قسمت هست که به صورت رنگی هست و اونم به صورت ستاره داره،, ستار داره نوع زبان هستش خب این فیلد خیلی مهمه چرا چون اگه من روش نگه دارم شما میتونید یه توضیح مشاهده بکنید اومده گفته اگه این فیلد رو شما پر نکنید موقع استناد دهی دو چرا مشکل میشید. خب ما میایم این فیلد رو پر میکنیم نوع سند ما حالت فارسی هستش جالبه بدونید که وقتی من رو یک فیلد دیگه کلیک کردم فیلد های مثل تاریخ میاد و مشخص میشه که به چه صورت همونطور که میبینید برای ما یک وای در این قسمت قرار گرفته که نشون دهنده سال اونه و همونطور که باز همینجا مشاهده میکنید من اگه نگه دارم روی تاریخ نش سب که تاریخی که وارد کردم رو برای من نمایش میده که اگه نیاز هست ماه و روز هم قرار بگیره به این صورت باید در کنارش باشه خب ما عنوان کوتاه برای سند تعریف نمی کنیم نشانی وبرو ما میتونیم داشته باشیم مثلا توی قسمت داکیومنت هستش توی قسمت پیمنت خب تاریخ دسترسی رو داریم تاریخ دسترسی هم اگه تعیین بشه خیلی عالیه خب میایم از سبک الگوی تاریخ کلی استفاده میکنیم مثلا من میام قرار میدم 1397 حتی فاصل ماه رو قرار میدم ماه باید به صورت دو رقمی باشه مثلا 08 بعد روز رو قرار میدم 12 جالبه بدونید که ما تاریخ دسترسی رو اگه بخوایم دقیق تر انجام بدیم میتونیم ساعت و تا دقیقه و روز رو هم وارد بکنم به این صورت که من یک فاصله بدم ساعت رو به فرم 24 ساعت وارد بکنم به این حالت نیستش که قبل از ظهر یا بعد از ظهر باشه و فرم 12 ساعته باشه ما میام مثلا ساعت 13 رو انتخاب میکنم دو نقطه دقیقه رو داریم 45 دو نقطه و ما میتونیم ثانیه رو هم داشته باشیم مثلا 14 ثانیه خب وقتی که این عمل رو انجام دادم من فقط کافی رو یک فیلد خالی دیگه کلیک بکنم یا کلا رو یک فیلد دیگه وقتی یک کلیک میکنم همطور که میبینید اگه ما فرمت استاندارد تاریخ دسترسی وارد کرده باشیم میتونیم به این صورت و با این فرمت بیایم و مشاهده بکنیم در زمینه سندم به نظر اطلاعات کامل میاد فهرست کتابخونه رو بذاریم وارد بکنیم که این صنعت ها تو کدوم قسمت ذخیره میشن ما مثلا میگیم قسمت کش پیمنت خب به این صورت ما کار را قرار دادیم برای اینکه کار ذخیره بشه فقط کافیه رو یک صفحه سفیدی کلیک بکنم یا بیرم برم و روی یک عنوان دیگه ای انتخاب بکنم در همون لحظه که متغیرات رو اعمال میکنیم روی اون سند مد و اون آیتم مد نظری که داریم اطلاعات ذخیره میشن و ما همونطور که مشاهده میکنه تونستیم اولین آیتم رو که نوع سندی هستش رو به سیستم اضافه بکنم با اطلاعاتی که همونطور که مشاهده میکنید به این صورت هستش بریم برای آیتم های بعدی توی قسمت های آینده